با یک ویدیو دیگه از کانال دلتا مدیا در خدمت شما عزیزان هستیم. نگار جواهریان، بازیگر مشهور سینما و تلویزیون در آغوش رامبد جوان. اگر علاقه‌مند به دیدن این ویدیو و جزئیات بیشترش هستید، لطفاً از همینجا روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله‌را هم فشار بدید تا زودتر از بقیه از ویدیوهای جدید ما مطلع بشید. رامبد جوان ویدیویی از پشت صحنه مردم معمولی را در پیج اینستاگرامش به اشتراک گذاشت که تصویرگر دیدار نگار جواهریان با عوامل این سریاله. نگار جواهریان در این ویدیو کوتاه میگه برای سریال مردم معمولی و برای این همه زحمتی که عوامل میکشن و من میبینم آرزوی درخشش میکنم. و همچنین نگار جواهریان با همسرش رامبد جوان در پشت صحنه همدیگر رو بغل کردند و روبوسی کردند. سریال مردم معمولی به کارگردانی رامبد جوان در حال پخش در شبکه نمایش خونگیه که هر هفته شنبه و پنجشنبه در دسترس علاقه‌مندان قرار میگیره. و در این سریال آقای آتیلا پسیانی، خانم شبنم مقدمی، لیلی رشیدی و بسیاری از هنرمندان مشهور دیگه در این سریال کمدی ایفای نقش میکنند. اما در ادامه این ویدیو میپردازیم به حاشیه های رامبد جوان در مورد اقامتش در کانادا. لطفاً تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید. رامبد جوان بازیگر و مجری مشهور کشورمون که سال گذشته با انتشار تصاویری از او در کانادا به همراه همسرش در دوران بارداری همسرش حسابی جنجال زیادی در فضای مجازی ایجاد شده بود، امروز آقای جوان در ویدیویی که از خودش منتشر کرد گفت من هیچ وقت کانادا نیستم و اصولا اصلا اونجا زندگی نمی کنم و پاسپورت هیچ جای دیگر رو هم ندارم. اما جنجال های رامبد جوان. اظهارات رامبد جوان در مورد فصل جدید برنامه خندوانه حسابی خبرساز شد. رامبد جوان یکی از بهترین بازیگران و کارگردانان و یکی از مجریان مشهور صدا و سیما هستش. رامبد در عرصه کمدی فعالیت گسترده‌ای داره. او با اشاره به شرایط نامطلوب جامعه در پی شیوع این ویروس منحوس و بحران اقتصادی خطاب به مردم گفته بود باید مقاومت کنیم. در همین رابطه مهدی خرمدل، فعال رسانه‌ای و روزنامه نگار، در واکنش به سخنان رامبد جوان در توییتر خود نوشت نمیشه 9000 کیلومتر اون طرف دنیا زندگی کنیم و فقط برای کسب درآمد میلیاردی از برنامه خندوانه به کشور بیاییم و بعد هم خطاب به مردم بگیم باید مقاومت کنیم. نه، درستش اینه. ما که اینجا زندگی نمی کنیم، اما شما که زندگی می کنید باید مقاومت کنید. این هم کنایه‌ای به رامبد جوان از طرف یک فعال رسانه‌ای و روزنامه نگار بود. حدود 2 سال پیش رامبد جوان به همراه همسرش نگار جواهریان برای تولد فرزندشون از ایران به کانادا سفر کرده بودند. این خبر بازخوردهای زیادی در بین کاربران در شبکه‌های اجتماعی داشت. از رامبد جوان سوال شده بود آیا مدیران و مسئولان مربوطه هم از سفر شما باخبر بودند؟ و رامبد در پاسخ گفت کاملا این ماجرا هدایت شده بود. اولا چیزی نبود که تلویزیون اون رو ندونه. مدیران تلویزیون این مسئله رو می دونستن. شرایط ایجاب می کرد که ما هم به این سفر بریم و فرزندمون رو اونجا به دنیا بیاریم. اما شایعه جدایی رامبد جوان و نگار جواهریان. زمزمه ای که در ماهای گذشته در محافل خصوصی و فضای مجازی دست به دست می شد، عدم توافق رامبد جوان و همسرش نگار جواهریان برای زندگی مشترک بود. برخی افت سری جدید برنامه خندوانه رو به خاطر این موضوع می دونستن و برخی هم سرحال نبودن و عدم نشاط و انرژی سابقه رامبد جوان رو به این دلیل می دونستن. خلاصه این که بحثر جدایی قبلی رامبد از سحر دولتشایی حواشی زیادی به وجود اومده بود که حتی رامبد در مصاحبهی نسبت به اون واکنش تندی نشون داده بود و گفته بود ترجیح میدم به عنوان یک رفتار مقاومتی در برابر این جنس از هیجان برای دونستن زندگی شخصی کاملا به حق در برابر همه اعلام کنم دوست ندارم درباره زندگی خصوصی روی آنتن و رسانه ملی حرفی بزنم. اگه میخواستم حرفی بزنم به جای خونه در خیابون زندگی میکردم. دوست ندارم کسی درباره زندگی خصوصی از من سوالی بپرسه.
زندگی خودمه، مال خودمه. و بعد هم رامبد جوان و نگار جواهریان به خوبی و خوشی زندگیشون رو با هم ادامه دادن و بعد مشخص شد اصلا همه اینا یه شایعه بوده و جدایی در کار نبوده، چون دیگه اونا صاحب یه دختر هستند. رامبد جوان به خاطر اینکه چند تا شلوار عوض کرده، خب یکم سابقه خوبی تو زن گرفتن و زندگی مشترک نداره، به خاطر همین با هر که ازدواج میکنه فوراً یه شایعه‌ای برای جداییش پیدا میشه. خلاصه دیگه رامبد جوان کارش نمیشه کرد. سالها پیش رامبد جوان در یکی از سریال ها نقش آفرینی میکرد و یک کتی به نام کت جادویی داشت و اون موقع رامبد جوان به مرد کت جادویی معروف بود، ولی بهتر بود به جای کت جادویی بهش شلوار جادویی میگفتند. رامبد جوان تا میتونسته هی زنگ گرفت و طلاق داده، تا میتونسته دلی از عزا در آورد و عاشق شده. اگه عاشقی برای هر کسی دردی داشته باشه، برای رامبد جوان پر از شور و خنده و هیجان بوده که تبدیل شده به خندوانه. و اما همسران آقای خندوانه، یعنی رامبد جوان. رامبد جوان در دهه 70 با خانم ماندانا روحی ازدواج کرد. همسرش هم مثل خودش هنرمند بود و البته ازدواج اونها زیاد رسانه‌ای نشد. نکته جالب در مورد ازدواج اول رامبد جوان این بود که سید محمد خاتمی رئیس جمهور وقت کشورمون خطبه عقد اونها رو جاری کرده بود. در هر حال چند سال بعد این ازدواج به بن‌بست رسید و این دو از هم جدا شدند. و رامبد جوان چند سال بعد و در سن 36 سالگی دوباره به فکر ازدواج افتاد. این بار همسر او سحر دولتشاهی بود که ماجرای آشنایی اونها به صحنه تئاتر برمیگرده. سحر و رامبد در سریال مسافران با همدیگه آشنا شدند. داستان آشنایی رامبد و سحر از یک نمایش تئاتر کلید خورد. سحر دولتشاهی عضو گروه تئاتر پسیانی بود و آتیلا پسیانی در این آشنایی نقش پررنگی داشت. سحر دولتشاهی زمانی که با رامبد جوان زندگی میکرد و در واقع اواخر زندگی مشترکشون بود، دچار حالات افسردگی شده بود و اصلا زیاد حضور فعالی در فیلم و سریال ها نداشت و زمزمه هایی به گوش میرسید که نگار جواهریان با رامبد جوان خیلی با همدیگه جیک و پوک دارن و میرن سینما و اینور و اونور و خلاصه رامبد با نگار جواهریان ریخته بود رو هم. و این خبر برای سحر دولتشاهی خیلی شوکه برانگیز و خیلی سحر رو اذیت میکرد. بعد از اینکه رابطه نگار جواهریان و رامبد جوان کاملا علنی شد، سحر دولتشاهی از رامبد جوان طلاق گرفت و رامبد جوان بلافاصله با خانم نگار جواهریان ازدواجشون رو رسمی کرد. و رامبد جوان در پیامی قابل تأمل خبر ازدواجش با نگار جواهریان رو در برنامه 3 ستاره احسان علی خانی اعلام کرد. البته مدتی بود که صحت خبر ازدواج رامبد جوان با نگار جواهریان برای طرفداران مجری خندوانه این سوال رو ایجاد کرده بود که آیا واقعا نگار جواهریان با رامبد جوان رابطه داره؟ تا اینکه بالاخره رامبد جوان خیال همه رو راحت کرد و گفت بله، با خانم نگار جواهریان ازدواج کرده. خلاصه کارها و فعالیت‌های رامبد جوان خیلی زیاد بوده و هست. امیدواریم که دیگه زن نگیره و با همین زندگیش وفادار باشه و همینطور مردم رو بخندونه، ولی مردم دلشون از ته دل شاد باشه، نه تو ظاهر. دوستان عزیز، لطفاً لینک این ویدیو رو در فیسبوک در گروه های ایرانیان مقیم کشورهای مختلف لطفاً شیر کنید و لطفاً و حتماً در مورد آقای رامبد جوان و همسرانش در قسمت کامنت ها برامون کامنت بذارید و نظراتتون رو بگید و لطفاً لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید و حتماً و لطفاً با فیلتر شکن وارد یوتیوب بشید و ویدیوهای جدید ما رو ببینید.